یک تشکری خاص میخوایم از تمام سپانسرشیپ هایی که تا به فعلا با ما همکاری کردن، از شرکت پروفیشنل اگیز پروفیشنل سرویسز، همچنان از شرکت داینامیک ویژن که با ما اینا همکار بودن، نالج پارتنر و میدیا پارتنر ما هستن، و همچنان از شرکت وایفا که اینا با ما در بخش ورکشاپ و از نگاه تکنیکی بیشتر همکاری کردن. و یک جا داره تا ما از جناب میان احمد احمدی، مؤسس نهادهای خصوصی افغان سرویس، یعنی رئیس پانتون ما تشکری کنیم، تا اونا اگر تشویقای هرچی بیشتر از اونا نمی بود نمیتونستیم ما به این سرحد برسیم. تجارت مسلک نیست، تجارت عشق است، جنون است، دیوانگی است. اگر شما او دیوانگی را دارید میتونین تجارت بکنین، در غیر از او بهتر است که واس امپلایمنت بکنین. هر کس میخواد بهتر و بهترین باشه، ولی فرق بین اوردینری و اکسترا اوردینری میفهمین چی است؟ ا لیتل اکسترا ورک. هر کس که یک کم زیادتر کار از کسایی که عادی فکر میکنن بکنن، دی ویل بی اکسترا اوردینری. و اگر شما میخواین که اکسترا اوردینری باشین، یو هاف تو استاپ ات دس مومنت being an ordinary person. امروز این فرصت برای شما داده شده. ایده های بسیار خوبه هست. من چند قبل آمدم دیدم و یک تعداد از گروپ هایی که ایده های خود پرزنت کردن، با امید از این که امروز خوبتر پرزنت کنن و بتانن که بخیر از پانتونای افغانستان در برنامه ریجنال و همچنان در برنامه اینترنشنالی که برگزار میشه رقابت بکنه. با امید موفقیت برای همه. اسلاید را شاید شنیده باشین به نام فیوچر سمارت فود. فیوچر سمارت فود، بعضی از کشورها لست فیوچر سمارت فود را ساختن. او غذاهایی را ساختن که هم نیوتریشس است، مغذی است و هم لوکالی اویلیبل است و هم کلایمت سستینیبل است. ببینیم، پیدا کنیم که ما شما در طرحهایتان که آیا از این فیوچر سمارت فود شما چقدر ارائه خواهد کردین، ما شما خواهد دیدیم. اگرچه روز اول وقتی آمدیم اکثریت گفتن یا اکثریت شاید این فکر را میکردن که طبابت امی 7 سال که خودش میخوانه امی کفایت میکنه که تا دکتر شوند، یا در بخش هایی که میخوان در بخش طب، وزارت صحت عامه است، یا هر بخشی که هست باید کار بکنن، یعنی طبابت چی به تجارت. اما حالا میفهمم که ذهنیت بر تمام تان ایجاد شد الحمدلله که با طبابت یا با هر رشته که ما بخواییم میتونیم که تجارت را بسازیم، یا هر وقتی که ما بخواییم میتونیم تجارت خود ما شروع بکنیم. و اکنون از تیم نخست که تیم وستن برانچ استار است، تقاضا میکنم تا پروژکت خود ارائه کنن، و از شما همه عزیزان تقاضا میکنم که کف بزنین به افتخارشان انگیزه بگیرن. جای خودمون کار کردیم و همچنین با استادمون استاد فردین. واقعا به نظر من نظریه که داشتیم خوب بود، ولی از لحاظ اینکه وقت خیلی کم بود و منیجمنت تایمی خوبی نداشتیم، نتونستیم همه برنامه و همون سمینارمون رو ارائه کنیم. به خاطر همین پوینت های مثبت زیادی نگرفت، ولی در کل واقعا عالی بود. در شروع چون مؤسسات تمامشان در بخش طبابت مسئول بودن، علاقهشان خیلی کم بود چون بلدیت خوب نداشتن با تجارت. اما وقتی که اینا مفهوم اصلی
آنترپرنورشیپ گرفتن، فهمیدن که چقدر تاثیرگذار است روی افکارشان، روی از اینکه اینا بتونن برای خود منبع درآمد بکنن. اشتیاقشان به حد رسید که اینا دیگه عملا تونستن امروز تا MVP یا minimum viable product یا نمونه حداقلی بزنس خود تولید بکنن. کنار قدر اشتیاق داد تا نه تنها به خاطر برنده شدن، بلکه به خاطر از اینکه بتونن در آینده خودشان یک تجار واقعی در بازار شون، بتونن کار بکنن. Human being. Yak chak chak. Yes. Yay. خب چالش امسال هالت پرایز فود فار گود بود، یعنی غذا را مد نظر می گرفت و چون خانما بیشتر سر کارشان با آشپزی و غذا می باشه، پس مفکوره های بسیار خوبی به ذهن خانما می آید و می باعث میشه که خانما بیشتر در این برنامه ها اشتراک کرده و بتونن که مقام های بالاتری را بگیرن. خود ما امروز در هالت پرایز تونستیم مقام سوم کسب کنیم، واقعا جای افتخار است و این توقع را دارم که ان شاء الله کمبودی هایی که امروز داشتیم و باعث شد که داورا بالای ما انتقاد کنن، انشالله در برنامه های بعدی و چالش های بعدی بتانیم که اینا را کد بکنیم و بتانیم روز نام افغانستان را بلند بکنیم و از افغانستان برنده در تمام جهان داشته باشیم. تیمی که مقام دوم گرفته او است تیم برانی فلاور است. چطور است؟ مشکلاتی که سر راه ما است، مثلا یکی از مشکلات ما این است که زیادتر ولایت‌های امی افغانستان، امی ولایت‌هایی که کمی پس مانده هستند، یعنی جاهایی که دهات هستند، اونجا مردم ها محصول ما رو کار نمیگیرند، چون آنها مثلا لبنیات بیشتر دارن، از محصول ما شاید با کار نگیرن. اما جاهایی که مثلا فقر نشین باشن یا که جامعه که متوسط باشن یا ورزشکارا یا مریضی داشته باشن، وا میتونن بیشتر از محصول ما کار بگیرن و همچنان این محصول ما که است از مقدار کم انرژی بیشتر مثلا با افرادی که است ما تولید میکنیم. پس کامیابی ما دمی چیز است. پیام ما از همچون برنامه ها همیشه همه ساله باید از برگزار شود، چون آماری که در دست است فعلا امو آماری که از هر نگاه است، مثلا آمار ما مشکلات اقتصادی داریم، مشکلات فرهنگی داریم، تمام مشکلات ما در اینجا داریم و ای است که ما باید از همه ساله همچون برنامه را برگزار کنیم تا باشه که ما یک کسی باشیم که آینده ها را ما در او تصمیم بگیریم و مشکلات مردم ها که فردا دامنگیرشان می باشه ما او را بتانیم حل بسازیم.